سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. روز 27 ماه سپتامبر هست. گفتار روزانه 27 ماه سپتامبر و بررسی بازار مالی دنیا رو کلا در روز 27 ماه سپتامبر خدمتتون تقدیم میکنم. من یه ویدیوی دیروز گذاشتم که خلاصه اتفاقاتی که در دیروز افتاده بود رو توضیح دادم. خیلی از بچه ها درخواست کردن که این اون ویدیو رو عمومی بکنید، ولی حالا تصمیم گرفتم این ویدیوی امروز رو عمومی بکنم که بچه‌ها خبردار بشن که توی بازار فارکس و بازار بورس مخصوصا در انگلستان چه اتفاقاتی داره میفته و از دیروز تا به امروز چه فالوآپی چه اتفاقی روش افتاده و ما چی کار کردیم و برنامه های مارکت نیوبی چی هستش برای محافظت از سرمایه گذاری های خودمون و ریکاوری های خودمون و در ادامه سال. اولا از بازار بورس شروع بکنیم. بازار بورس امروز طبق همون صحبت های قبلی روی مدار نزولی خودش داره به سمت پایین میاد. یه علت این که امروز هم به سمت پایین میاد، حالا علاوه بر اون بحث‌های قبلی که با هم دیگه کرده بودیم، علاوه بر اون بحث‌های مربوط به نرخ بهره و تاریخ 12 اکتبر که یکی دو هفته دیگه هستش، داده‌های سی پی آی که تو ماه اکتبر میاد بیرون، شاخه پایین رونده سوم الیوت و و و تمام مصاحبتی که با هم کرده بودیم، یه علت دیگه‌اش بازم متأثر از اتفاقاتی که در بریتانیا افتاد بود که بازار بورس آمریکا رو هم تحت تاثیر قرار داد و اتفاقات تاریخی که در بازار بورس بریتانیا اتفاق افتاد. جالبه من که الگوریتم‌های خودمون و کارهای خودمون رو بک تست می‌کردم، حتی در فینانشال کرایسیس سال 2007، حتی در دات کام بابل تو شبیه‌سازی‌ها از تمام اینا سربلند بیرون می‌اومد، ولی ببینید که پریروز روز یکشنبه چه بلایی سر مارکت آوردن که حتی یکی دو تا از الگوریتم های ما هم نتونست از دست پوند خلاص بشه و اون بلا سرش اومد. بنابراین اتفاقات خیلی مهیبی افتاد. حالا به طور خلاصه ویدیو دیروز خصوصی بود، این ویدیو عمومی هست. به طور خلاصه اتفاقی که افتاد این شد که روز جمعه بانک مرکزی انگلستان تصمیم گرفتش که نرخ بهره رو فقط نیم واحد ببره بالا. بعد لیز تراس که پرایم مینیستر نخست وزیر جدید انگلستان هستش تصمیم گرفتش که یعنی خلاف جهت حرکت بکنه، یعنی این کاری که رونالد ریگان در سال 1982-83 انجام داد اومد و تکس کات انجام داده تو این وضعیتی که حالا خودشون اینو دفیسیت دارن، ولی بازم اومده تکس کات بیشتر انجام داده و خیلی هم یعنی قمار بزرگی هستش. حالا این ببینید این تصمیم رو فقط یه عده معدودی اطلاع داشتن ازش، اون عده معدود چند نفرشون مثلا که اینسایدر اینفورمیشن داشتن و این اینسایدر اینفورمیشن ها یعنی که یعنی چی، یعنی زده بند داشتن با دولت، میدونستن که دولت میخواد بیاد و همچیزی اعلام میکنه و رفتن از همین استفاده کردن و ترکیب با اون خبر روز جمعه که بانک مرکزی انگلستان فقط این واحد نرخ بهره رو برد بالا، پوزیشن های شورت خیلی زیادی رو باز کردن روز جمعه و متعاقبا روز یکشنبه که حجم توی مارکت خیلی پایین بود و میتونستن مارکت رو جابجا بکنن. ببینید خیلی مهمه اگه شما روز جمعه کاری انجام بدی یا مثلا روز معمولی تو ساعتی که مارکت بازه انجام بدی، چون حجم بازار با فارکس خیلی زیاد هستش، زیاد نمیشه مارکت رو تکون داد. بازار فارکس چند تریلیون دلار حجمش هر روز جابجا میشه و اینکه یه گروه خاصی نمیتونن مارکت رو جابجا کنن، ولی یه گروه خاصی میان روز یکشنبه بعد از ظهر به وقت آمریکا که مارکت حجم بالا نیست و میان یه دفعه پوزیشن های شورت به این صورت باز میکنن و مارکت مانیپولیشن انجام میدن. این مارکت مانیپولیشن تاریخی انجام شد، الان مثل اینکه دارن تحقیق تفحص میکنن، من خبرشو پخش کردم توی گروه های مختلفم گذاشتم، دارن تحقیق تفحص میکنن و ببینن که کی بوده که از این اطلاعات قبل از اینکه بیرون بیاد خبر داشته و اینجوری اومده مارکت تحت تاثیر قرار داده. البته اقتصاد انگلستان دچار مشکلات زیادی هست، خود دولت میگه که نه ما این قضیه در بلند مدت به ما کمک میکنه، ولی خیلی از تحلیلگرا میگن که اقتصاد انگلستان تا بخواد از این وضعیت در بیاد با این اقدامات نوعی عجولانه دچار مشکلات بزرگتر و حادتری خواهد شد. بورس آمریکا متأثر از این اتفاقات انگلستان یه خورده امروز بازم عقب میشست، ولی من از نقطه نظر تکنیکال که نگاه بکنید همون مسیر کلی خودش رو داره به سمت شاخه سوم الیوت به سمت پایین حرکت میکنه و این به نظر من تا اعلام داده های سی پی آی اواسط ماه اکتبر این اتفاقات ادامه پیدا خواهد کرد و اون حرفا که با هم دیگه زده بودیم، محافظت از پورتفولیو، محافظت از پول خودمون، نگه داشتن پول نقد، تزریق پول نقد، چیزی نخریدن، منتظر موندن، دلار کاست اوریجینگ، همه اونا به قوت خودش باقی هست. دیگه نمیخوام تکرار مکرر رو بکنم. حالا ما امروز چیکار کردیم؟ ما امروز در تحت تاثیر اون زلزله های ببینید، حالا من میگم زلزله، ببینید بچه‌ها، یه نفر که یه الگوریتم رو طراحی میکنه یا یه مهندسی که یه ساختمان رو دیزاین میکنه، حالا بچه‌ها که مهندسی هستن میدونن، در مقابل یه زلزله های تا یه حدی و میاد ساختمان رو دیزاین میکنه، مثلا میگه آقا اگر زلزله تا 7.5 ریشتر اومد، دیزاینی که کردم تا 7.5 ریشتر جواب میده، مشکلی برای ساکنی پیش نمیاد، بلکه شاید مثلا ترک ساختمان بخوره و یا این یه سری از کاربری خارج بشه به نوعی فرضاً.
اما مثلا برای زلزله 8 8 تونیم ریشتری دیگه دیزاین نمیکنن، برای زلزله 8 ریشتری مثلا میگن آقا فقط یه جوری دیزاین میکنیم که ساخت ملت بتونن از ساختمون بیان بیرون، بعد یه اون ساختمون کاملا بلا استفاده میشه، حالا شاید بعضی جاها. بعد میاد البته لرزه خیزی بررسی میکنن، نمیخوام بحث مهندسی وارد میشم، ولی میخوام بگم که یه الگوریتم ساز یا برنامه نویس هم میاد برای اوریج و تو تاریخ که نگاه میکنه، مثلا میبینه که نوسانات چقدره و بدترین اتفاقی توی تاریخ افتاده چه اتفاقی بوده، و بر اساس اون میاد یه الگوریتم دیزاین میکنه. مثلا در 99 و 9 دهم حالات همچه اتفاقی نمیفته در، و برای اون میاد یه نرخ سودی رو میذاره و دیزاین میکنه. اما اتفاقی که افتاد روز یک شنبه که اتفاق تاریخی بود، در تاریخ بی سابقه بوده که بخواد نرخ پوند انگلستان در عرض دو روز متوالی اینقدر جابجا بشه، و دیزاینر های الگوریتم چه من چه کسای دیگه که الان شما نگاه میکنید تو سایت MQL5، تو سایت زولو ترید، تو سایت تاپ وان، همه اینایی که الگوریتم ارائه میکنن، اینا برای اون حالت، یعنی برای زلزله 10 ریشتری، این اتفاقی که افتاد مثل زلزله 10 ریشتری بود، برای زلزله 10 ریشتری الگوریتم خودشون طراحی نمیکنن. حالا تصمیمی که ما گرفتیم از این به بعد برای اینکه تیب خاطر داشته باشیم اینی که مقدار طمع خودمون رو مهار بکنیم و الگوریتمون رو برای زلزله 10 ریشتری هم آماده بکنیم. اتفاقی که میفته اینه که وقتی که این کار رو انجام میدیم سود ماهانه در 99.9 دهم حالات میاد پایین. ولی من بچه ها که صحبت میکردم خیلی اینو ترجیح میدم، یعنی آقا مثلا ما سود 60% در سال، سود 50% در سال، سود 80% در سال نمیخوایم. ما هم مثلا سود 30% 20% رو بیشتر قبول داریم، ولی بدونیم که هیچ وقت مارجین کال نمیشه، بدونیم که هیچ وقت اتفاقی برامون نمیفته حتی اگه زلزله 10 ریشتری بیاد. من فکر کنم بچه ها اینو بیشتر ترجیح بدن و من خودم دارم به این سمت حرکت میکنم و داریم با بچه ها کار میکنیم که این کار رو انجام بدیم. برای همین سیگنال کوچیک خودمون که امروز هم بازم سود کرد و ماه سپتامبر رو با 6.5% سود به پایان رسود، این ماه سپتامبر رو با 6.5% سود خالص پایان رسود، سیگنال کمکی هنوز داره سود زایی میکنه، بالای 10% الان سود داره در ماه سپتامبر، و سیگنال فایفای خودمون رو یه لول حتی از این چیزی که الان هستش محافظه کارتر بکنیم، چند لول محافظه کارتر بکنیم، احتمالاً میزان سود یه خورده میاد پایین، ولی به نظر من خوبه که تیب خاطر داشته باشیم و با اطمینان خاطر بیشتری جلو بریم. به نظر من این کار خیلی بهتر هستش. ما از همین الان شروع کردیم، از همین انتهای ما شروع کردیم کمک به بچه‌هایی که توی سیگنال‌های گلوبال و فرکس چویس ضرر کردن. قرار بود من می‌خواستم بزنم انتهای سال، ولی به خاطر این اتفاقات می‌خوام از همین انتهای ما شروع کنم. سودایش رو که تا حالا هر سودی که کرده رو بیرون کشیدم، درخواست دادم، فکر کنم که دو روز کاری طول می‌کشه که حساب بانکم بشینه، و بعد اون رو هر ماه به یکی از بچه‌ها، یک یا دو نفر از بچه‌ها به ترتیب اولویت تقدیم می‌کنیم. ماه انتهای ماه اکتبر به یکی دیگه تقدیم میکنیم، انتهای ماه نوامبر، انتهای ماه دیسمبر، هر ماه انشالله از سودهای سیگنال کمکی به بچه ها تقدیم میکنیم که مقداری از ضررهاشون جبران بشه و التیامی بشه به زخم خیلی از بچه ها. حالا خودمون فقط نیستیم که، من تریدرهای دیگر نگاه میکنم، بچه های دیگه تو گروه های ما هستن شیر میکنن، تریدرهای قول دنیا رو نگاه میکنم، مثلا کسایی که ما رتبهمون تو دنیا رتبه 30 هستش، رتبه 30 هستش تو سیگنال پرووایدرهای مثلا قابل اعتماد و پرسود دنیا. ولی من نفر اول امروز نگاه میکردم، این نفر اول من پیغامش هم شیر کردم توی گروه، ایشون هم مثلا چندین سال سودایی داشته، بالای 400 نفر سابسکرایبر داشته، پیج سابسکرایبر داشته، و متاسفانه ایشون هم باخته و اون 400 نفری که بهش سابسکرایب کردن اونا هم همه از بین رفتن. من تو پلتفرم های دیگه هم عضو هستم، تو پلتفرم تاپ وان عضو هستیم، ما که از 5 سیگنال پرووایدر ها هستیم، از 5 سیگنال پرووایدر 3 تاشون متلاشی شدن و فقط ما که سیگنال کوچیک رو ارائه میدیم و یه نفر دیگه موفق شدیم که از این قضیه در حقیقت بنظر باشیم و اونجا هنوز سیگنال پرووایدر برتر هستیم. به هر حال از نفوذ خودمون، از قدرت خودمون، از توانایی‌های خودمون استفاده می‌کنیم برای اینکه هوای بچه‌هامون که تو گروه‌های سیگنال گلوبال فرکس چویس بودن رو داشته باشیم، یواش یواش، هر چقدر طول بکشه. سود سیگنال کمکی برای شماست، هر چی طول بکشه مهم نیست، یه سال، دو سال، سه سال، هر ماه ما سودهای این سیگنال رو تقدیم شما می‌کنیم که انشالله این خاطره تلخ و این اتفاقات، این کلاهبرداری بزرگی که اینا انجام دادن به نوعی مشکلش حل بشه. تشکر میخوام میکنم از بچه ها که چقدر با مرام و چقدر با معرفتن با وجود اینکه همچین اتفاقاتی افتاده. حالا خیلی منو فالو نمیکنن، توی گروه همون هستن، فقط کار خودشون انجام میدن، ولی همه اومدن خیلی با جنبه، خیلی با شعور، اول مطالب خوندن، خودشون بررسی کردن، دیدن آره این اتفاق مثلا یه اتفاق بی سابقه بوده، زلزله 10 ریشتری بوده، بررسی کردن، با وجود اینکه خیلی پول باختن پیغام تشکر فرستادن، پیغام پشتیبانی فرستادن، و حالا پیغام تشکر برای اینکه من میخوام خیلی حالا یه خورده جبران بکنم، منظورمه نه تشکر به خاطر اینکه من باختم.
ولی به هر حال بچه باخت و برد در بورس هستش، در بازار مالی هستش و در حقیقت این اولین باخت بزرگ ما هستش بعد از چندین سال که این کار رو با مارکت کردن، این حرکت کلاهبرداری کردن. و خب شاید به نوعی من نگاه سعی میکنم مثبتش رو نگاه بکنم. مثبتش این هستش که این هشدار رو به ما داد که حتی امکان داره که زلزله 10 ریشتری هم بیاد. حتی اگر دیزاین میکنی برای زلزله های 8 ریشتری در زلزله در تاریخ افتاده اتفاق افتاده، یه ذریب اتمنال 20 درصدی یا 30 درصدی دیگه روش ضرب کن، سود کمتر بده، ولی خب همیشه سود بده به جای اینکه سود خیلی زیاد بدی. شاید در همین ابتدای کار ببین، ما الان این کار کپی تریدینگ رو یک سال و نیم شروع کردیم، شاید بهتر بود که خوبه که در همین ابتدای کار این نهیب به ما زده میشد که ما یه خورده میزان سودمون رو بیاریم پایین‌تر، تمام رو مهار بکنیم و ادامه راه رو با اطمینان خاطر بیشتری بریم بالا. پای ویدیوهای ما کامنت گذاشتن، کامنت‌های مهربانانه، کامنت‌های ساپورت گذاشتن، چقدر ماشاءالله با جنبن، چقدر با شورن و مطالب خودشون میتونن درک بکنن. واقعا توی همه اتفاقای بدی که داره این مدت میفته بچه، حالا تو جنبه های دیگه، تو مسائل دیگه، جاهای دیگه، این درک و شعور بالای خیلی از دوستان تنها بارقه های امیدی هستش که لبخند روی لب من میشونه در انتهای روز که با یه سری آدم با کلاس همگروه هستم. دمتون گرم، بازم فردا با هم صحبت میکنیم.